Bismillahirrahmanirrahim. با درس حاضری کانهای باز در خدمت شما هستم بنده سراج الدین فقیری. جلسه هم جلسه هفتم از این درس. در جلسه قبلی که مو جلسه ششم بود، در قسمت موضوعات منحنی انرژی و نظر به عمق صحبت کردیم، یا منحنی ای وای. حالا ما این بحث کمی بازتر کنیم، اما انرژی ای وای ببینیم چی شکل رسم میشه سری صحبت کنیم. برای از که منحنی ای وای رسم کنیم از اکسل استفاده میکنیم، هرچند که با ماشین حساب و قلم هم میشه، خب اون تا کمی زمان گیره. شما میشه که با بر رسم کردن منحنی ای وای از اکسل استفاده کنیم. بیم بی قسمت این در خود معادله انرژی هست، انرژی مساوی با وای جمع کیو مربع بر دو جی وای مربع، یا میشه بگین که وای جمع وی مربع بر دو جی، هر دو عرض میشه و جای وی در صورت که جنس کیو بگذاریم معادله بی شکل تبدیل میشه. در جلسه قبلی یک اگزمپل کار کردیم که کیو یا دسچارج فی واحد عرض 2 متر مکعب در ثانیه بود. اگر میخوایم این اگزمپل دوستا ببینن در کتاب، اگزمپل 2-2 صفحه 74 از کتاب دکتر جلیل ابریشمی. حالا ما یکی از خواسته های او اگزمپلی بود که شما منحنی انرژی نظر با عمق رسم کنید. ما این قسمت رو گذاشتیم به درس امروز. حالا میخوایم انرژی نظر با عمق رسم کنیم، یا به عبارتی منحنی ای وای رسم کنیم. منحنی ای وای، برای رسم منحنی ای وای، وای قیمت میگیره، کیو ثابته و انرژی قیمت پیدا میکنه. این مانند در اون معادله وای مساوی با ایکس جمع بی، یا وای مساوی با ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی، این معادلاتی که در کلکولاس خوندیم. من تو در این قسمت به جای ایکس انرژی ببخشیم، به جای x حالا y قیمت میدیم، در حالی که در کلکولاس x قیمت میدادیم، انرژی به دست میاد. پس این معادله انرژی نظر به عمقه. خب در اگزمپل 2-2 جلسه قبلی مشخصات داده بود، q 2 متر مکعب، q کوچک یا عمق در واحد عرض بود، 2 متر مکعب در ثانیه در متر عرض. این وای در که ببینید در قسمت ببینیم، گفتیم 2 متر مکعب در ثانیه در واحد عرض یا در واحد متر. پس بی شک می نویسیم 2 متر مکعب در ثانیه بر متر. گاهی اوقات می نویسم 2 متر مربع بر ثانیه، یک متر از این با متر از این اختصار میشه. حالا بیایم شروع کنیم رسم کردن. فرض کنیم وایر از عمق 2 متر شروع می کنیم. عمق 2 میدون 1.9 کم شده میره، 1.8 از 2 شروع کردم، 1.1 پایین میرم. اینا در صورتی که مقدار رسم کنیم میتونیم بکشیم مین تا عمق فرض کنیم 0.3. عمق 0.3 برای کدام دسچارج؟ برای دسچارج باشه که اینارم وسط بیارم، برای دسچارج 2 متر مکعب در ثانیه در متر. خب انرژی چی رقم میشه؟ انرژی معادل انرژی اینه. انرژی اگه خواستیم فرمول بدیم اکسل میگیم مساوی از فنکشن استفاده میکنیم، وای ای وای، وای 2 متر جمع کیو مربع بر دو جی وای. کیو قوس، چون میشه قوس بدون میشم که ندون فرقی نمی کنه در اصل گپ. BOLK1 narrator settings window exiting narrator. ای باشه که انگلیسی کنم. کیو مربع قوس شروع، کیو مربع این مربع قوس بند تقسیم دو جی وای، دوباره قوس شروع، دو ضرب در جی نست 9.81 ضرب در وای هم هست خونه این وای با انتخاب میکنیم، البته مربع هم هست مربع میکنیم، این مربع قوس بند انتر کنه قیمت میبرم. خب این قیمت چند خونه اشار داده کم میکنیم خونه اشار از این به دو خونه اشار میارم 2.5. حالا در صورتی که اینا رو دبل کلیک بکنم تا جایی که یه عدد داشته باشه اینو میره. خب این ببخشید اگه اشتباه شد، داری قسمت دو ثابته، این برای کلا دو، این هم دبل کلیک کنم عدد ماسه. پس این برای عمق دو متر
و دسچارج ثابت 2 متر مکعب در ثانیه بر متر انرژی ولی هست 2.05. عمق فرق میکنه، عمق کم میشه، دسچارج ثابت بزی انرژی، عمق کم میشه، بالاخره به هر انرژی میبینیم که برای هر عمق بخشیم یک انرژی داده شده. اگر بین از اینا جستجو کنیم که در مرحله بعدی جستجو میکنیم، میبینیم که 2 عمق هست که یک انرژی داره. حالا دنبال از اینه میگردیم، در بخش بعدی این موضوع صحبت میکنیم. خب اینجا شد، حالا بیاین رسم کنیم. بگو محاسبات شد، انرژی عمق 2، کیو دسچارج ثابت 2، دگه دادن گذاشتیم، انرژی داد، انرژی شد 2.05. به رسم کردن از این میایم سر رسم منحنی. میگیم که بخش اسکتر این قسمت منحنی، خب یه چیزی خود از گریف ما نما اینار میگیم که سلک دیتا این ریموف کن، این رو که خود تو گرفتی برای من منحنی که من میخوایم رسم کن. اسم از چی میگذار؟ اسم منحنی این منحنی هست، منحنی ای انرژی نظر به عمق وای. اسم از گذاشت اکس چیه؟ اکس در حقیقت انرژی داره، این ردیف انرژیه. پس ای اکس، وای چیه؟ وای خدا وای، این وای انتخاب. منحنی ای وای رسم کرد. حالا اگه دقیق سان ببینیم، اینی که از این نقطه تا این نقطه 0.5، در حالی که از این نقطه تا این نقطه 0.5 اینو اسکیل از اینو یک بیگ نمیشه، با اینجوری با بزرگ کردن از این قسمت اسکیل هم برابر کنیم، اسکیل و تقیم برابر شد، پس این شد منحنی ای وای. یعنی باشه که چی کنم، اکسسوران تایتل بودم، اکسس تایتل، خب ای هست، اکسس تایتل هست انرژی یا اکس سابقه که در کلکولاس میگفتیم انرژی، یا ای اکسس هم هست عمق یا وای، وای یا اور. خب کمی اگر اعداد رو بزرگتر کنیم میشه مثلا باشه که 11، این باشه 11 دیدشی. پس منحنی عمق نظر به انرژی رسم شد، ای اکسس هست انرژی، سابق میگفتیم اکس، این اکسس هست عمق که سابق میگفتیم وای، یا حالا هم وای نموزیدیم. حالا در این قسمت اگه کم بزرگتر هم بکنم صحبت ها خسر از این منحنی میدامیدم، این منحنی رسم شد. پرس کنیم که برای یک انرژی مانند این انرژی 1.5 هم اعماق مشخص کنم، میام سر این زرد شیب آین. خب برای انرژی 1.5 منحنی انرژی وای یا ای وایر و یک انرژی خاص قطع کردم. میبینید که ای انرژی 1.5 در 2 نقطه قطع میکنه. این چی معنی میده؟ اگر این مدل از نگاه کلکولاس یا ریاضی برای حل کنیم، این معادله سه حل داره، این معادله سه حل داره، یک حل از این منفیه، دو حل از این مثبت. پس در حقیقت برای یک انرژی 2y پیدا میشه، یا به عبارت 3y پیدا میشه، یکی منفی از این صرف نظر میکنیم 2y دیگه پیدا میشه. در قسمت این 2y کدام y ها؟ این زرد. در قسمت این کدام y شد؟ یکی ای یک وای، اگه بیاینجا تغییرم بدیم یک وای دیگه، این خط سبز. پس حالا با یک انرژی مانند 1.5 منحنی ای وای یا منحنی انرژی در 2 نقطه قطع میکنه، این یک نقطه، یک نقطه دیگه، یعنی برای یک انرژی 2 عمق موجوده. موضوعی که صبح جلسه پیشتر گفتیم، برای انرژی 1.5 یک عمق تقریبا نزدیک 0.5 و یک عمق دیگه نزدیک 1.5 مثلا 1.4 موجوده. پس جنبندی که برای یک انرژی
دو عمق موجوده، یک عمق سب کریتیکال بگیم، یک عمق سوپر کریتیکال. در اگزمپل دو دو هم که روز قبلی حل کردیم دیده شد که دو انرژی بود، یک انرژی بود که اگر کتاب ببینیم یک انرژی داده شده بود، یک عمق داده شده بنده 0.741، یک عمق بود 0.84، ببخشیم یک عمق داده شده 0.6، 0.6 یک عمق هم داده شده بود، پیدا کردیم وای دو 0.93. در اگزمپل دو دوی کتاب اگر دیده شه دیدینی که به انرژی مقدار از او بود 1.166، بخشین 1.166 متر برای انرژی 1.166 دو عمق پیدا شد. حالا برای هر انرژی، همونطور که در درس قبلی گفتیم، برای هر انرژی دو عمق هست، یک عمق کوچک، از کدام کوچک؟ میگناله یک عمق بزرگ، یکی روی از این شاخه تا این نقطه، یکی روی شاخه. حالا در بین یک نقطه عطف وجود داره که نقطه عطف روز قبلی گفتیم که این نقطه عطف همان انرژی مینیمم یا عمق بحرانیه. اگه نقطه عطف بیا رسم کنم، این نقطه عطف تکنی کجم شد، نقطه عطف این نقطه عطف، این کدام نقطه عطف؟ ایمو انرژی در قسم انرژی مینیممه در یک نقطه فقط منحنی ایوای قطع میکنه، یا به عبارت روز قبلی گفتیم که انرژی مینیمم یک عمق داره، او هم عمق کدام عمقه؟ ای عمقه اون که کریتیکال. اگه بیا اینجا شیف از یک دایره هم رسوم کنیم که واضح ترشه، فرض کنیم که قسمت در این قسمت این انرژی در این نقطه هست، این نقطه هست، این عمق بحرانی یا وای کریتیکال، این نقطه هست انرژی می پس برای انرژی مینیمم یک عمق موجوده. برای متباقی انرژی ها هر انرژی شما بگیریم، فرض کنید این دور بگیریم، بازم دورم بیاریم، اینه که در دو نقطه، یک نقطه این قسمت قطع میکنه، یک نقطه این قسمت قطع میکنه. برای هر انرژی غیر از انرژی مینیمم دو عمق موجوده. خب این عمق ها چی هست؟ روز قبلی گفتیم که وای کریتیکال مرزه، از اعماق کوچکتر از وای کریتیکال، اعماق اگه جا وکتورم بدیم برازی، اعماق کوچکتر از وای کریتیکال، اینا هست عمق فوق بحرانی یا جریان فوق بحرانیه. اما اعماق بزرگتر از عمق کریتیکال هست فوق زیر بحرانی، یا اعماقی که جریان در آنها زیر بحرانیه. در این قسمت از این عمق و بالا جریان زیر بحرانیه، از این عمق پایین جریان فوق بحرانیه، و در نقطه وای کریتیکال هم جریان بحرانیه. پس حالا با در نظر داشته منحنی ای وای اگر رسم کنیم، میتونیم که وای کریتیکال ببینیم، برای هر انرژی دو عمق ببینیم، و شاخه هایی که جریان بر روی زو فوق بحرانیه یا زیر بحرانی. از این قسمت شاخه هر قسمت که این منحنی ای وای رسم کنه عمقی که میده عمق زیر بحرانیه. اما از این نقطه بالا هر قسمت که مثل زی قطع کنه عمقی که به دست میده عمق فوق بحرانیه. خب اگر بیان که چی ببینیم، بخشیم میگذاریم به قسمت پاورپوینت، از قسمت پاورپوینت باز درس ادامه میدم. این فعلا جزء جلسه هفتمه، جلسه هفتم
باز ادامه میدم متوجه ازیم. حالا در قسمت باشه که بریم برگردیم پاورپوینت.